بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم متباقی لکچر 14 هست که فنکشن ها را داشتیم و فنکشن ها انواع مختلف بود، از جمله ملتی رو فنکشن ها را خواندیم و بعضی چیزهای دیگر را. خب این متباقی در این قسمت چیز دیگری که داریم او سوینگ فنکشن هست و دیت اند تایم فنکشن ها داریم و فنکشن های بعضی فنکشن های دیگری ریاضیکی داریم. خب در قسمت string function اگر بیاییم function های مانند char یا character داریم که ما خواسته باشیم به یک عدد را character آن را نوشته کنیم، یا مثلا از کی کورش بر ما داده شده باشد میخواستیم که به character تبدیل کنیم که کدام character هست از استفاده میشود، مثلا اگر index یا character را میخواستیم از استفاده میشود، و یا تعویض میکردیم یک string را با string دیگر از استفاده میشود، و اگر میخواستیم substring یک string را پیدا کنیم از استفاده میکردیم. طول کرکتر هایش میخواستیم به می ترتیب میخواستیم که یک برعکس بسازیم یک سپنگ را، و یا مثلا left and right داریم در این قسمت به خاطر از اینکه از طرف left و یا right از طرف راست و چپ چی تعداد کرکتر ها از یک سپنگ گرفته شود، و قسمت lower داریم به lower تبدیل کردن و upper، اینها را قبلا شما خواندین در این قسمت. خب L trim هست و right trim هست، یا left trim و right trim هست. ای بخاطر از بین بردن فاصله یا space طرف right و یا طرف left از استفاده می شود. خب اگر بیایم به date function هایی که در اینجا ما داریم می بخشیم، و عبارت از date part هست. date part به معنی دریافت کردن قسمت های مختلف تاریخ، مثلا روز رو می خواستیم از یک تاریخ به دست بیاریم، یا ماهش را میخواستیم از تاریخ را به دست بیاریم، یا سالش را میخواستیم از استفاده میکردیم، و این را قبلا هم کار کرده بودیم در این قسمت و خاطر دریافت کردن تاریخ امروزی کامپیوتر استفاده میشود. و اگر میخواستیم یک تاریخ را با تاریخ داده شده علاوه نماییم از استفاده میشود، و دیت دف به خاطر دریافت کردن قیمت بین دو تاریخ یا دیفرنس دو تاریخ را اگر میخواستیم که پیدا کنیم باید از استفاده میشد. روزها را میخواستیم، ماهها را میخواستیم، یا سال را میخواستیم، و یا به خاطر وضع کردن شرطی که یک قیمت بر ما داده شده باشد چک نماییم که یا تاریخ هست یا تاریخ نیست که از استفاده میشد. و این ترتیب بعضی فنکشن های دیگر هم داریم در این قسمت که count هست، قبلا کار کرده بودیم minimum. خب minimum هست، maximum هست، sine هست، cosine هست، tangent هست، جزر مربع یک عدد را اگر میخواستیم، و یا عدد را مربع میساختیم از استفاده میشود، و اوریج را اگر پیدا میکردیم به میترتیب از این فنکشن های ریاضی که استفاده کردن میتوانیم. خب در مجموع اصلا فنکشن ها به دو بخش تقسیم میشود، یکی فنکشن هایی هستند که پری دیفاین هستند که تا فعلا این فنکشن ها را ما در این قسمت خواندیم، یعنی از ابتدا تا این قسمت تمامش پری دیفاین فنکشن ها بودن، و یکی یوزر دیفاین فنکشن ها هست که ما خود ما یک فنکشن را تعریف میکنیم و به چه طور یک فنکشن را ما تعریف میکنیم بعدا میبینیم. خب ما عملا اینها را میبینیم در این قسمت. خب این چیزها را خوانده بودیم قبلا، اینها را کار کردیم و میایم به قسمت string function ها. در این قسمت ای string function ها را ما داریم. خب اول کرکتر را گفته، مثلا از کی کور یک کرکتر اگر بر ما داده شده باشن، مثلا ای از کی کور ای هست و ما خواسته باشیم ببینیم که کدام کرکتر هست، بعدا از چار استفاده میکنیم، ولی بر ما نشان میدهد که کدام کرکتر هست. و اگر کرکتر را بر ما داده باشد میخواستیم از کی کورش را پیدا کنیم، باز از استفاده میشود، از کی کور اون را بر ما دریافت میکند 65 و ای از کی کور ازی هست، و اگر ای رن بسازیم 65 را نشان میدهد. خب ای ریورس میسازد، یعنی برعکس میسازد، یعنی ای وی تی ای را بر ما نشان میدهد از ریورس فانکشن اگر استفاده کنیم. خب به این ترتیب خب فنکشن های دیگری که در این قسمت داریم، طول از این اگر میخواستیم از لن استفاده میکنیم، فنکشن پری دیفاین لن یا لنت. خب تعداد کرکتر ها را بر ما نشان میده چند کرکتر داریم، و لفت ترم داریم و رایت ترم داریم. گفتیم به خاطر از بین بردن سپیس طرف رایت و یا طرف لفت اگر میخواستیم از این ها استفاده میکنیم. خب به این ترتیب فاصله طرف رایت لفت که بوده کور از بین برد، و اگر ایره رن بسازیم طرف رایت اگر فاصله داشته باشیم او از بین میبرد به ترتیب. خب این تعداد کرکتر ها را بر ما
میگیرد، یعنی از طرف رای چی تعداد کرکترها گرفته شود یا از طرف لفت کدام کرکترها گرفته شود از استفاده میشود. خب از طرف رایت اگر بگیریم در اینجا 4 کرکتر گرفتیم و از طرف لفت اگر چند کرکتر گرفته شود 6 کرکتر گرفته شود چی را برمون میدهد. خب ولی از طرف لفت اگر 6 کرکتر آن را بگیریم برمون افغان را میدهد و اگر از طرف رایت 4 کرکتر آن را بگیریم باز ببینیم چی را بر ما میدهد؟ بله، ستان را بر ما میدهد. خب به ترتیب اگر میخواستیم اندکس را پیدا کنیم، مثلا جی یک کرکتر هست در کدام اندکس قرار دارد؟ ما از اینجا گفتیم که از کدام کرکتر آغاز کند، یعنی از کرکتر اول آغاز کند و حساب کند که اندکس از این چند هست. بله، اندکس سوم میاد. بله، اندکس اول، دوم، سوم. خب ای بخاطر سب سترینگ گرفتن از یک سترینگ استفاده می شود. مثلا در اینجا از کرکتر اول میگم آغاز کو، یعنی ازی آغاز کو و چند کرکتر رو بگید بر ما میگیم که 6 کرکتر رو بگید. خب از کرکتر اول اگر آغاز کنیم و 6 کرکتر رو بگیرد به این ترتیب افغان رو میدهم و اگر گفتیم که از کرکتر دو آغاز کو باز بعدا ایش را میگذارد، خب فغانی رو بر ما میدهد، یعنی 6 کرکتر از این طرف بر ما میگیرد، یعنی سبسترینگ ها. خب از این فانکشن گفتیم به خاطر ریپلیس کردن یا تعویض کردن یک سترینگ به سترینگ دیگر استفاده میشود. مثلا در اینجا گفتیم که در این سترینگی که بر ما داده شده کابل رو بگیرد به چی تبدیل کند؟ به هرات تبدیل کند، ریپلیسش میکند. خب به این ترتیب این انتخاب میکنیم رنگ بسازیم هرات افغانستان شد، در حالی که اینجا کابل افغانستان هست. خب این به فانکشن های تاریخ که ما داریم، یا قبلا ران کرده بودیم به خاطر نشان دادن تاریخ امروزی کامپیوتر و استفاده می شود. برای تاریخ امروزی اول 27 ماه جنوری 2015 است و این ساعت را برامون نشون میده، ساعتش را. اگر می خواستیم در تاریخ امروزی روز را انتخاب کنیم باز به این ترتیب 27 را برامون نشون میده و اگر ماه را می خواستیم انتخاب کنیم در تاریخ امروزی باز منطقه اول هست، یعنی جنوری هست و اگر سال را می خواستیم انتخاب کنیم در تاریخ مربوطه 2015 است. خب به این ترتیب به بعضی فنکشن های دیگر هم داریم. در اینجا دیت پارت، مثلا در این تاریخی داده شده می خواستیم که دی را مشخص کنیم یا دی را بگیریم. خب به این ترتیب انتخاب میکنیم و میریم میبینیم که چند رو 26 رو برای ما اینجا نشان میده، چون تاریخ قبلی در اینجا درج گردیده و تاریخ رو نشان میده. اگر می خواستیم خب ویک دی را برای ما نشان میده، روز هفته کدام روز هست، در این ترتیب برای ما نشان میده که روز دوم است، یعنی منده هست. خب اگر میخواستیم منت را ببینیم کدام ماه هست، ماه اول یا جنوری است. خب به می ترتیب عین این می فانکشن را در اینجا داریم، خب لیکن در اینجا نامش بر ما نشان میدهد، مثلا کدام روز را اگر ما بگیریم 27 را بر ما نشان میدهد یا 26 را و مثلا تاریخ 26. خب اگر بیایم در این قسمت این انتخاب کنیم بر ما میگوید که تاریخ امروزی یا روز امروزی کدام روز است، منده هست. و اگر این را انتخاب میکنیم ماه را بر ما نشان میدهد که کدام ماه هست، به شکل عدد نشان نمیدهد بلکه به شکل کرکتر نشان میدهد. و فانکشن های دیگر هم داره، مانند اد کردن، دیت اد به خاطر علاوه کردن. مثلا در اینجا مشخص کردیم که چی را علاوه میکنیم، روزها را علاوه میکنیم. خب روز در اینجا 26 هست، با روزها اگر 20 علاوه گردد به کدام روز تبدیل میشود یا به کدام ماه تبدیل میشود انتخاب کنیم. به این ترتیب خب حال ماه دوم میشود 15 میشود 20 را برای ازی علاوه کنیم، ماه 31 است میشود 5 و 1 را بالای ازی، خب بله 15 ماه دو میگردد. و ای در اینجا ماه را بالایش علاوه میکنیم، خب ماه اول هست و هرگاه دو بایش جمع شود در آن صورت چی میشود؟ ماه سوم میشود، در این قسمت ماه سوم. خب بخاطر دریافت کردن فرق بین دو تاریخ، روز را میخواستیم، ماه را میخواستیم و یا سال را میخواستیم، از دیف استفاده میشود، دیفرنس یا فرق بین دو تاریخ را برمان نشان میدهد، لیکن روزهایش نشان میدهد، چون اینجا ذکر کردیم روزها. خب بله روزهای دو این ماه را از این ماه اگر تفریق کنیم 25 میشود، اگر ماههایش را میخواستیم تفریق کنیم
ولی 12 ماه می شود از مایزی تا این ماه را که میگذریم، یعنی 2014 است 2015، ولی یک سال میگذرد یا 12 ماه می شود. اگر می خواستیم که یک تاریخ را بفهمیم که واقعا تاریخ هست و یا کدام چیز دیگر هست مشخص شود، از is date استفاده می شود. ولی اگر رن می سازیم one را برای ما return کرد، یعنی yes هست یا true هست، ولی این تاریخ هست. لیکن اگر عوض تاریخ چیز دیگر را ما عوض کرده باشیم و بعدا رن بسازیم، در آن صورت عوض one 0 را return می کند که باز 0 را return می کند که یعنی no مانا می دهد یا false مانا می دهد، این تاریخ نیست. خب می ترتیم این با فانکشن های ریاضی کی را در اینجا، مثلا کوساین زیر اگر می خواستیم از صفر را پیدا کنیم چند هست؟ کوساینش صفر هست. کسایی که ریاضی بلد هستن می فهمن. و اگر می خواستیم جذر مربع یک عدد را پیدا کنیم، از سکویر روت استفاده می کنیم، ولی به این ترتیب جذر مربع 64.8 می شود. و اگر می خواستیم یک عدد را جذر، یعنی عدد را مربع بسازیم، از سکویر استفاده می کنیم، 4 را مربع بسازیم 16 می شود. خب به این ترتیب من در اینجا یوزر دیفاین فانکشن های خود را میبینیم. یوزر دیفاین فانکشن ها مو فانکشن هایی است که یوزر خودش تعریف میکنه. خب این که وقت را نگیرد، این فانکشن ها را قبلا در اینجا تایپ کرده. میخواستیم یک فانکشن بسازیم که خب در اینجا نوشته میکنیم، از DDL کماند استفاده شده، create function، مثل که پروسیجر را میساختیم فانکشن نوشته کردیم حال و نام برای فانکشن خود میدهیم، my function نوشته کردیم. در این قسمت چی کار کردیم؟ تعداد پارامترهایش رو ذکر کردیم، چند پارامتر میگیرد، یک و دو، هر دوش انتیجر باید باشد. و فانکشن رو تعریفش رو گفتیم که حتما یک قیمت رو ریترن میکند، چون هر دوش انتیجر هست. اگر میخواستیم این هر دو رو جمع کنیم، پس حاصل جمعش نیست، انتیجر هست، برای ما انتیجر رو ریترن میکند، ریترنز نوشته میکنیم در این قسمت. خب بعد در این قسمت از گفتیم و بیگین کردیم و این دو عدد را در اینجا جمع کردیم. حالا اگر این را اجرا کنیم در این قسمت و ببینیم که فانکشن ایجاد شد. حالا چطور میتونیم که رن بسازیم فانکشن خود را؟ آیا مثل پروسیجر و اکسیکیوت نوشته کنیم یا خیر؟ و خاطر رن کردن در اینجا سلیک نوشته میکنیم و تنها نام فانکشن خود را نمیدیم، چرا که تنها نام فانکشن ایرر میدهد. در کنارش باید سکیما را نیز ذکر کنیم، یعنی در اینجا دیتابیس اونر را هم ذکر کنیم. به این ترتیب میتونیم که دیتابیس اونر کی است که اینجا برای ما نشان میدهد، دی بی او هست، یعنی دیتابیس اونر را ذکر میکنیم و نام فانکشن دات اپریتر را میذاریم. حالا اگر دو قیمت برای فانکشن فرستاده شود، 2 و 4، اینجا جمع میکند 6 میشود، 6 را ریترن میکند و در اینجا برای ما پرینتش میکند. خب به این ترتیب 6 شد. و اگر خواسته باشیم فول کوالیفاید نامش را ذکر کنیم، بعد دیتابیس ATVI هست، دیتابیس اونر هم خودش هست و من در این قسمت نام فانکشن و به این ترتیب یه ضرور هست که باید دیتابیس اونر ذکر گرده، لیکن نام دیتابیس باز آپشنال هست. واس هم دو قیمت را، اگر دو قیمت را وضع کنیم به ترتیب بر ما جمع میکنند. خب حالا اگر خواسته باشیم یک فانکشن دیگر را بسازیم، به این نوشته میکنیم که create مثلا فانکشن و برای فانکشن خود نام میتیم fn نوشته کردیم و دو قیمت میفرستیم، نوشته میکنیم مثلا salary integer باشد و کاما در این قسمت نوشته میکنیم و بعدا نوشته میکنیم c، یعنی at C و ایره هم انتیجر میگیریم، کمیشن هست. حال میدین در این قسمت نوشته میکنیم که returns انتیجر را ریترن میکنند و از نوشته میکنیم و در این قسمت return نوشته میکنیم و دو قیمت را، یعنی سالری را بگیرد، جمع چی کار کند؟ کمیشن و ریزالت را ریترن کند و در این قسمت نوشته میکنیم end. اینجا begin را فراموش کردیم، بگین و در اخیر اینجا باید ذکر کرد. خب حالا یک فانکشن ساختیم که دو قیمت را جمع میکنند، مثل این فانکشنی که قبلا رن کردیم. به این ترتیب رن میسازیم. خب فانکشن را، خب این نام قبلا وجود دارد، نامش را چین میکنیم و نام دیگر فانکشن را رن میکنیم. بله فانکشن ساخته شد. حالا از فانکشن را گفتیم که در سلیکت استیتمنت ها ما از فانکشن های خود استفاده کردیم، لیکن پروسیجر را ما در سلیکت استفاده کردن نمیتون. ببینید چطور استفاده میکنیم. مثلا در این قسمت میایم نوشته میکنیم که سلیکت نام فرست نیم را کار داریم، لاست نیم را کار داریم، جاب را کار داریم، سالری را کار داریم و در زمان سالری کاما کمیشن
در یک قسمت کمی شن را ذکر میکنیم و کاما میگذاریم نام فانکشن ما که fn هست ای را ذکر میکنیم و در اینجا دو قیمت برش مفرستیم، یعنی سالری را باید چیکار کنه؟ سالری را بگیره کاما کمیشن نام برش روان میکنیم، سالری و کمیشن را برای ما جمع کند، سالری و کمیشن را برای ما جمع کند، از نوشته میکنیم و نوشته میکنیم total from employee info. حال چی کار میکند؟ در اینجا فانکشن خود را کال کردیم، سالری و کمیشن را به حیث ارگومنت مثل که قیمت را در بالا میفرستیم میفرستیم، در اونجا میرود و جمع میکند و بعدا برای ما نشان میده. خب چی اینجا مشکل در این هست که نام دیتابیس را ذکر باید کرد. نوشته میکنیم دیتابیس اونر دات را میگذاریم و این ترتیب حال شناختش مشکل دور میشه. این قسمت شما میفهمین که چی طور جمع کرده است. خب اینجا به خاطری که ما این ویل ساری در اینجا چی نگرفتیم، از اگر میخواستیم که نل را هم شامل کنیم باز این قسمت میم نوشته میکنیم که از نل اگر نل باشد در آن صورت چی کار شود؟ صفر معامله گردد یا صفر وضع گردد. خب چینی فانکشن را ساختیم بعدا ایرر میدهد، خیلی التر میسازمش، آلتر یعنی تغییر میاریم در فانکشن خود. حالا اگر رن میسازیم خب فانکشن را تغییر دادیم و حال قیمت های دیگران نیز جمع برای ما میکند بهتردیم. خب فانکشن را که در اینجا ساختیم نوشته کردیم که آلتر فانکشن، در فانکشن قیمت ها را تغییر دادیم، یک فانکشن دیگر را هم ساختیم اگر میخواستیم تیبل را ریترن کنم، نه تنها قیمت بلکه تیبل را نیز ریترن کردن میتواند. فانکشن ساختیم در اینجا آلتر کردیمش، آیدی برش داده میشه، زمانی که آیدی برش داده شود در آن صورت ریکارد مربوطه یعنی مشخصات را از تیبل بر ما میگیرد و پرینت میکند. خب به چی ترتیب؟ به این ترتیب من در اینجا میخواستیم کدام فنگ کدام ریکارد را پرینت کند، این ریکارد 11 هم کی هست اینه بر ما پرینت کند. بله ریکارد 11 هم را در اینجا بر ما رفی هست آیریش و در اینجا ریکارد از تیبل بر ما تمام ریکارد را سلیکت کرد. در این صورت چی نوشته کردیم؟ ریترنز و تیبل گفتیم نه انتیجر و در اینجا از گفتیم و بیگن نمیگیم، بیگن و این را در اینجا ذکر نمیکنیم در صورتی که تیبل گرفته باشیم. و من سلیت کردیم بعض مشخصات را از این تیبل در صورتی که امپلای آی دی را که در اینجا ما مشخص کردیم در اینجا ذکر کردیم و من کیوری را رن ساختیم و در اینجا اگر حال رن بسازیم این ریکارد را برای ما نشان میده. بله این بود درباره فانکشن ها، خدا کنه که فهمیده باشیم. فانکشن ها هم خلاص شد، هم یوزر دیفاین فانکشن ها و هم پری دیفاین فانکشن ها همه ایش تمام شد، خدا کنه چیزی فهمیده باشیم. تشکر از همه تون، خداحافظ.